درسا جان کدو داخون پس در نگرام زمستان است. اینجا سیسخت، شهری تکیه داده به دامن کوه دنا. با باغ‌های انگور و خانه‌هایی که از اینجا زیر نور صبح سالم و سرپا به نظر می‌رسند. شهر لرزید و از آن روز مردم دیگر هیچ شبی را در خانه‌هایشان به صبح نرساندند. اینجا مرکز دنا یکی از شهرستان‌های کوهیلویه و بوی رحمت با 15,000 نفر جمعیت است. زلزله 5.6 ریشتری دو هفته گذشته 80% خانه‌ها را به طور کامل خراب کرد و به بخش دیگری هم آسیب زیادی رساند. روال زندگی در روزهای سردی که بدون خانه و با نگرانی از کرونا می‌گذرد دیگر عادی نیست. زندگی در چادرهای امدادی و در سرمای زیر صفر شبانه با یک هیتر می‌گذرد. ماشین‌های آواربرداری در شهر مشغول به کارند. قرار است بازسازی تا تیر ماه تمام شود. اما سرمای هوا کار را به کندی پیش می‌برد. نمیتونه خونه همون رو بذاریم بریم باید هم پیش خونه همون باشین حداقل هم یه آشپزخونه یه سرویس بهداشتی همون رو بهمون بدن بخیرش رو نمیخواد اکثرا مردم سیسخت همه کارگرن وقتی هم وضعیت اینجا شده همه آواره تو چادرن برن کجا کار کنن اینجوری همه تو بلوک جیری بخاطر آبه بخاطر رطوبته ولی باز همون بلوک هم دوباره رطوبت هم میداره میاد باره ما الان شب الان خودتو میبینید همه یخ داره این یخش واضح شده خب زیر چادرها به این صورت آب میاد زیرشون شبا یخ میزنه و روزن که گرما میشه دوباره یخ آب میشن و به همین صورت هر چادر یه هیتر دادن هیتر کوچیکه به نظر من ستا هیتر هم از این کوچیکا جواب این چادر رو نمیده واقعا سرد یعنی صبح که از خواب بلند میشیم با کل بدنمون اصلا منجمد شده خیلی سرد مثلا چادرایی که بچی کوچی کوچی هست در زیر نزده حالا کل بچه که توی تا همه سرما خوردن همه گلوهاشون سر کرد با خاطر این سرما شبان همه بلا استثنا چی کاری کنیم این شرایطی که بزنیم و حالا بزنیم چی تو میشه بعد شما خونتون ترک خورده وضعیتش چطوریه؟ بله ترک خورده زیرزمینی آمیده وضعیتش آره کم خراب شده دیگه در سطح تعمیرات و اینا باید یکم تابستان بشه هوا گرم بشه که بتونیم ایزوگام رو برداریم بازم میتونید الان تو خونه زندگی الان هم بازم ولی شبا که زیاده چی میاد زلزله صبر کن داره صحبت میکنم وقتی داره چه زلزله میاد مثلا الان دیشب دو تا اومد امروز اومد دیشب اومد بالاخره یه مرتبه یکیش میاد زیاد بزرگ میشه بعد هیچ همه من بدبخت میشه یعنی هنوز فصل از او اینا میاده هنوز ادامه داره یعنی دیشب از دوشب که تو خواب بودیم بازم اومد حالا چادر زدیم بیرون مجبوریم و دیگه یه دفعه بزرگیش بیاد دیگه کارمون از کار گذشته باید همین الان فکر خودمون باشه شبا حتما باید بیرون بعد سرد مگه نیست چجوری چادر رو گرم میگنده با چی؟ با هیتر خطرناک نیست چادر هیتر دیگه چیکار کنیم بعد گازم ببریم ممکنه بچه که از کوچولو هست مادرم ناراحتی قلبی داره گاز بگیرش بازم خطرناک عزیزم مجبوری از این هم هیترا استفاده الان داشتیم چوب می‌بردیم برای گرم شدن امشب برای گرم شدن امشب مگه وسیله گرمایشی گاز و اینا قطع شده گاز نه قطع نشده ولی خب چون تو چادریم هیتر بقیه هم که جواب نمیده سر مثلا آخرهای شب یعنی ساعتهای 2-3 به بعد خیلی سر دیگه اونایی که خونشون خرابه دیگه که اونایی که اصلا هیچی دیگه کلن قابل سکونت نیست اصلا نمیتونن بخوابن توش بقیه که دیگه مثلا مرمتی تعمیری تک توک میخوابن توشون ولی خب اکثرا کل خانواده نمیخوابه
اومدن خونتون رو ببینن از جایی که مثلا چقدر خسارت دیده از دو هفته پیش تا حالا؟ بله یعنی قیام نانو کی به کی؟ آه فقط یک میتر روز ولو مک اید او خالی و گل رخته بی فقط گو یک ازگام یه چاره ها حالا هیچ هم ندانه اون رو هم راتون گوتون تخ زندگی بنه دی که او من سر ای پوشنه دون وسیلن رخته اساسون رخته حتی هیچ کمک هم نکردی دوباره اگه برای عکس بگه خواه دوباره او من رخته هلال احمر مواد غذایی میاره؟ بله ها یارن فرموز میارن؟ میارن ها غذایی ها بعد مثلا میان بپرسن چی لازم دارین چی ندارین؟ دیشه نه که ده بگه چی لازم دارین نه ده. نه دفعه چی بیار نه همویه نه ما خود سفه دار وقتی همونه ناشته بود ارزش نه خواهی از زندگی فقیرانه ایما ما یه مواد غذایی و ماسک که مهمتر نیاز بهداشتی مردم است از طرف هلال احمر تامین می شود و نیروهای مردمی و مستقل هم در شهر حضور دارند. ماکس هم میگیریم بالاخره میارن یه وقتی بهمون میدن یه وقتی هم که نمیارن خودمون میگیریم خودمون میگیریم اینا آب هست که دستا رو بشوریم بله آب داریم بله بله آب فرامون داریم آب زیاد آب فرامون داریم فعلا در حال حاضر مشکل زلزله مشکل خونیه امروز هم اومدن اینجا تست گرفتن الحمدلله گفتن که هیچ مشکلی ندارن برای ساخت خانه ها مبلغی وام در نظر گرفته شده که بخشی از آن با سود 4% به آنها پرداخت می شود. 185 میلیون تومان وام برای بازسازی خانه های شهری در سالی که قیمت ها چند برابر شده. برای مهمترین نیاز این روزهای مردم یعنی سرپناه وعده ساخت شهرک کانکسی داده شده است. این شهرک دورتر از محل زندگی مردم و در اردوگاه آموزش و پرورش سی سخت مستقر شده. تا امروز تعداد بسیار کمی کانکس به آن منتقل شده و هنوز آب و برق و گازی برایشان تأمین نشده است. سلام. هیچ کدام از مردم شهر تا کنون از کانکس ها استفاده نکردند. آنها میگویند اردوگاه از محل زندگیشان فاصله زیادی دارد و نمیتوانند خانه های نیمه خرابشان را ترک کنند. خدا والا هیچ من فقط من خود تاثیر برداری فیلم نیست هر روز دارن میارن دیگه تموم شد دیگه تموم شد؟ از کی شروع کردن؟ ساعت همون روزهای اول شروع کردن آوردن خب بگیم تاسفانه یکی میگه بخوام اینجا اسکانشو بدیم یکی میگه خانومش که راضی نیست که در خورشو بلکنه بیان اینجا اینجا آب میخواد، بر میخواد، گاز میخواد یه اتاقه که 3-4 جواب نده برای خانواده 4-5 نفری اینا که هنوز کانکس ها که هنوز آب و برق و اینا هیچ چیز وصل نیست هیچ فقط اون قدیف اول امروز مدن برق فقط برق خالی بشون داده اون چند تا اولی هست در بیست تایی اونا فعلا برق رفتن برای حکس هم چیز گرفتن مصاحبه کردن گفتن هیچ کس حاضر نیست برنج از ورودی شهر خبری از خانه های خراب نیست و چند خیابان هنوز خانه های سالم دارن اما کمی جلوتر کم کم چادرهای امدادی هلال احمر معلوم میشن مردم به خانه های با دیوارهای ترک خورده بر نگشتند و ترجیح میدهند در چادر بمانند خونه من در بلوار شهدا بود اونجا تخریب شد
کاملا از بین رفت. ما دیگه سرپناه زندگی نداشتیم که اونجا زندگی کنیم. یه پیشنهاد کردیم به حاجی آقا بزرگ این مسجد. دیگه ما گفتیم دیگه ما اگر افغان هستیم دیگه اینجا سرپناه نداریم. ما را جای جا با جا که ما چند سبات اونجا زندگی کنیم. زندگی ما چندان زندگی خوبی هم نیست. اینجا موقتی هستیم دیگه که دولت برای ما نگاه میداریم پیدا میکنه یا نمیکنه. شما مستاجر بودیم؟ بله مستاجر بودیم. اینجا خانه ما کاملا از بین رفت. دیگه نتونستیم اینجا چادر بزنیم. جای چادر هم نبود. اینجا برام خواهد رو میدارم. دارا شو چه هیچ که هیچ توری ها نبید ما سی سخت یا کلن با هم فامیلی بید. اگه او طرف سی سخت یکی توری ها ببید با ما فامیل بید. هر جاش یکی توری ها دارا شو چه هیچ که هیچ توری ها نبید هونیر مو خرابا بید ما از اول هونه و بهتر درسی کنید. دو هفته به نوروز 1400 باقی مانده و مردم سیسخت شهر کوه و انگور روزهای سختی را می گذرانند.